اسلام و بعد اسلام رو میسازن باز برای اینکه ما بر روم رو شکست دادیم، بر روم پیروز شده لشکر ایران، دوباره میان اسلام میسازن که یک سری پابرهنه رو بفرستن سر وقت ما، مثل که پابرهنه های ابله رو فرستادن زمان محمد رضا شاه، یا مثل که پابرهنه های طالبان رو فرستادن مردم سربلند افغانستان رو داغون بکنه و همینجور شما حساب کنید، یا فرستادن مصر، ولی اینا آمدن ترتیب اینا دادن. اینه که این برنامه ریزی شده است بچه، تو نمیتونی با این سیر سربازان تازی که ریختن توی سایت ها و توی شبکه ها با اینو بس کنی، خونه که اینا سربازن. تو میتونی یک نفری که عضو اصولگراست بیاریش اصلاح طلب کنی، تو یه اصلاح طلب رو میتونی بیاری بری کنی، تو یه مجاهد خلق رو میتونی چریک فدایی خلقش کنی؟ نمیتونی. هر کسی تو تشکیلات حزبی خودشه، اینم تو بدون، ابله نباش. اینها سادات تازی یه حزبن، تو دانشگاه استاد دانشگاه فراوون استاد دانشگاه دارن، نویسنده دارن، رئیس روزنامه، رئیس رادیو و تلویزیون. تو بگی اون یارو میشه، آخه من خودم روشن، اون روشن‌تر از توئه، او تاریخو بلده، او تمام آیات قرآن. ولی تو مملکت تو اشغالگر ابله، تو اینو باید بفهمی که این اشغالگره رو باید بیرون کنی، این سادات تازی رو باید از مملکتت بیرون کنی، این سادات تازی رو باید ازش قدرت بگیری. حالا اینجا هم هست که شهید به درد میخوره، اینجاست که در برهه کنونی تاریخ ایران ما 86 میلیون میگن ایرانی داریم، 16 میلیون قبلا گفتم 10 میلیون 16 میلیون 20 میلیون 30 میلیون ما کشته بشه ولی سادات تازی فرو کشیده بشه از قدرت، آقا به نفع ماست. چون جهان که با من و ما و تو نیست که، ایران از هزاران سال پیش بوده، نابودش کردن. ایران ماندنش سرزمین توست، نیاکان توست، فرزندان تو. از مرگ نبایستی بترسیم از شهادت، همچنان که بچه ها نترسیدن. این بکتاش آبتین عزیزم آخرین قربانی بود، همین در همین راستای همین سخنان. شما میدونید اسم بکتاش آبتین تا 10-15 سال پیش چی بود؟ مهدی کاظمی. شو مهدی کاظمی بود، اسمش عوض کرد، فکرش هم عوض کرد. مدت ها مونده بود چه اسم انتخاب کنه. خیلی ها به من زنگ میزنن چه اسم انتخاب کنه. من سابق این کار میکردم، اسم میدادم، ولی الان راه رو نشون میدم، برو انتخاب کن راه رو. کتاب هست چه هست، الان دیگه سو سایت هم گذاشتن اینا، برو اسمو که میخوای برای خودت انتخاب کن. بکتاش آبتین رو برای خودش انتخاب کرد، فیلمساز بود، شاعر بود، نویسنده بود، انسان بود، انسان بود. بکتاش آبتین آخرین شهید، آخرین قربانی. قربانی میکنن، قربانی کردن قهرمان ما رو. من برای این که میخوام بهتون بگم به قهرمان احتیاج داریم، به شهید، با واژه شهید که گواه باشه سلحشوری، دلیری، گردی، میهندوستی، شهریاری پسندی، ایران کهن پسندیدن، تازی را به دور انداختن. اینو بایستی ما در ذهن داشته باشیم. من تو من تو مقصر این جدایی بین ما ها، ویرگول میذارن وسط ما. این ویرگول و پرانتزی که میذارن ما را از هم جدا میکنه. با ویرگول و پرانتز مبارزه کنید. این من و تو مقصر این جدایی همین ویرگول بود. این تیکش مال بکتاش آبتین هست، شاعر بسیار خوب بود. شاعرهای نو ما داریم، بعد نیما که شعر نو آورد، بعد چه شنو شعر داریم که دیگه قافیه مافیه رو نداره. تو چیز قشنگ که حرف بزنی، قشنگ که حرف بزنی، بتونی مقصد و مقصود خودت برسونی، رو شعر نویست که خودم تصور میکنم که این فشارها با هدف محدود کردن من و دوستانم در کانون نویسندگان ایران به ما اعمال میشه از طرف نیروهای امنیتی. اما من میخوام به شما قول بدم که
به هیچ وجه این فشارها نمیتونه در عزم راسخ من و همکارانم تاثیر منفی بگذاره و ما بیش از پیش سعی میکنیم به وظایفی که در کار نویسندگان ایران بر دوشمون هست به عنوان دبیران کار نویسندگان ایران که اصل منشور ما هست، آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء، وفادار بمونیم. اما باید از تک تک شما عزیزان تشکر کنم که یک بار دیگه به ما ثابت کردین که ما تنها نیستیم. حالا امروز در همین راستا، اول از همه میخوام بهتون بگم که ما بایستی بدونیم که همه کسانی که توی ایران کشته شدن شهید هستن، برای ایران کشته شدن. اون تیکه اول شعری که خوندم مال بکتاش آبتین بود، نمیدونم باید بگم بدونید. بعضی وقتا من شعر عزیزان رو دستکاری میکنم، آپتودهش میکنم که به درد امروز بخوره. اون جبهه و اون تیراندازی و اون اعدام ها و اینا رو من اضافه کردم بهش، برای که الان ازش میخوام نتیجه گیری کنم. عزیزان من نتیجه گیری چیه؟ ببینید، ما تا با هم برادر نشیم مملکت آزاد نمیشه. همشیم یار 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 یار، همشیم یار. حالا ما تا هممون یکی نشیم ایران آزاد نمیشه. اما دشمن داره هر روز ما رو از هم جداتر میکنه. ما از هم نباید جدا بشیم. ما هممون با هم، همون با هم باشه سادات تازی جدا بشیم. بس سلام. هر جا دیدی یارو سادات تازیه، بدون یا عضو علنی تشکیلات ضد ایرانیه، مثل همین سید محمد خاتمی، سید تاجزاده، سید زیبا فلان، سید لاجوردی، سید فلان، اینا همه دشمن ایرانن، چه اون ور باشن چه این ور. برای که خوب بازی کنن مثل خود نظام خمینی، مثل سیستم نظام خمینی. خمینی میگه جاسوسی آزاده، جاسوسی اصلا وظیفه است، و دروغ و فلان وظیفه است. خب بدبخت سادات تازی 14 قرنه بعد، این ما اینایی که فرزندان ابراهیم هستن از اسماعیل هزاران سال این کارو دارن میکنن. شما میدونید که ابراهیم، صد بار گفتم، دو تا بچه داره، یکی اسحاق یکی اسماعیل. اسماعیل همین تازیان هستن، سادات تازیان. اسحاق شدن کلیمی ها، یهودی ها. بابا اونا که هرچی خوبی اونا آفرینن توی مملکت های دنیا، هر جای دنیا بری بچه های اسحاق که واسه با بزرگشون ابراهیم، اون چیز خوب ساختن. ولی بچه های اسماعیل هرچی ساختن ویرانی، خرابی، دماری. پس وقت میگیم ابراهیمی میچسبونش به ابراهیم، آقا داشت ابراهیم، اون بچهش کاری خوب کردی، بچهش کاری بد تا همی الان. و شما تا این نفهمی که آقا سادات تازیه، همه ای ما باید متحد بشیم. چه اونایی که اول انقلاب، یادتونه اول انقلاب عمرای ارتش ستم کشتن، سلحشوران آریایی، نادر جهانبانی، خوشتیپ چشم رنگی، عقاب آسمانهای سرزمین دل ایران، اینا رو کشتن. رحیمی، مهدی رحیمی نابود کردن این سلحشوران، این جنرال های آریایی رو، که نباشن که اینا حمله کنن ایران رو داغون کنن. حمله کردن، اونا رو کشته بودن، اما یک چیزی رو نخونده بودن. همون ارتش شاه چیکار کرد؟ نسلایی ساخته بود که اینا رفتن رومین، اینا فکرش نمی کردن. اینا میخواستن این جریان گلوبالیسم ها، میخواستن همین کار رو سال 1979 با سقوط شاه بکنن. ملت ایران برنامه‌شون رو به هم ریخت. کجا فکر میکردن که جوانای ما برن روی مین؟ حالا جالبه که یک میده اولاق میگه اینا بچه ها فرسته دارن مین. خب اولاق اگه اینا رفتن روی مین، دارن ایرانی نداشتی تو دیگه، ایرانی بلد نمونده بود. همچنان که الان بچه ایرانی میرن توی نروژ رئیس مجلس میشن، میرن توی سوئد وزیر میشن، این دوتا عزیزم بهشون شاد باش میگم، میرن تو ناسا، میرن تو دفتر رئیس جمهور آمریکا کارمندای درجه یک میشن. اون موقع اصلا ایرانی نبود دیگه که اینا بگیم اینا ایرانی هن. اون بچه ها ایران رو نجات دادن، بچه های جنگ. من اخیراً چون فیلم های زیادی ساخته شده که اصلا پخش نمی کنن، نمیزن شما ببینین جنایت هایی که صدام حسین کرد تو جنگ 8 ساله، بچه های ما رو اومد چگونه کشت. من میخواستم برای اینکه میخوام اینو اینجا بگم به شما نشون بدم، میخواستم که یه بار اگزاجره، یعنی زیاده روی نشده باشه، گفتم از یکی از سردارها، فرمانده ها، یکی از سر
بازهایی که از بسیجی ها، من از این بپرسم ببینم که آیا اینا درسته یا نه. ازش پرسیدم بود آقا این فیلم میلمار بهش فرستادم، اینا درسته؟ اینا مستند که میدونم بعضیش نیست ولی ساختن بعدش، ولی چونی که مستند اینا درسته. این آقا درود دارم بهش، سام منجزی، سارای منجزی هم داریم، هنرپیشه مشهوریه. یک منجزی دیگر داشتیم حسین که چیز شد، اونم کشته شد چند وقت پیش، ولی اینشون سام منجزیه و از بازماندگان جنگ ایران عراقه و همه جانبازان. من تا حالا هیچ جانبازی رو، هیچ بازگشت از جنگی رو ندیدم که به منجزی یا به مهدوی فر بگه بالا چشت ابرو. همه با هم دیگه درگیرن، به هم فوش خوار مادر میدن فلان فلان اینا، ولی این دوتا آدم نازنین رو همه دوستشون دارن، در صداقتشون شکی ندارن و هر دوشون هم دارن با جمهوری اسلامی ایران مبارزه میکنن. خب من از منجزی پرسیدم که، از چند نفر دیگه هم پرسیده بودم ولی زودتر از همین منجزی به من پاسخ داد. فیلم ها رو فرستم اینا درسته؟ گفت اینا همه درسته. گفت اصلا ماهان، گفت خودش میگه دیگه، نگاه من نمیگم، برای نخستین بار این سخن رو سیاوش اوستا زد 20 سال پیش، 25 سال پیش، حتی 30 سال پیش تو رادیو آوای ایران گفتم. خیلی از عمرای ارتش زنده بودن همون موقع، تیمسار جم، تیمسار قرباقی، تیمسار معینزاده، تیمسار حسن منیعی، اینها وقتی همون موقع این سخن از من شنیدن، همشون افراد دیگه هم بودن، به من تلفن کردن سپاسگزاری کردن، گفتم حرف قشنگی زدی، ما تا حالا نشنیده بودیم. گفتم اگر در جنگ ایران عراق ما پیروز شدیم، تونستیم مقاومت کنیم، نقشه اینا رو به هم بزنیم، گلوبالیست های جان رو که میخواستن ایران تجزیه کنن، به خاطر سربازای محمد رضا شاه بود، به خاطر عمرای ارتش محمد رضا شاه بود، چون بچه‌هایی که دو سال بعد انقلاب سیاه رفتن جنگ همشون دست پروردهای شاهنشاه بودن، دوران شاهنشاهی بود که رفت رومین. بچه الان اولاق علی خامنه ای، خواهرت، برادرت، بچت برای تو لیوان آب نمیکنه دستت بده، چی میگی؟ بچه های شاه بودن. حالا آقای سام منجزی در پیامی که در تایید فیلم هایی که میخواید ببینید برای من فرستاد، اونجا تاکید میکنه که ماها اگر رفتیم جبهه و جنگیدیم به برکت آموزش های و دوران معمر رضا شاه بود و ارتش شاهنشاهی. به خاطر همین من ابتدای برنامه براتون کار کاپیتان صمدی رو پخش کردم که ببینید این سلحشوران ارتش شاهنشاهی هنوز فعال هستن به کوری چشم دشمنان ما. خب این بچه ها رفتن تو جنگ، آقا خلبان درجه یک میهن و مردم و سرزمین من همین عراقی ها. چون وقتی که عراق آزاد شد به اصطلاح عمشون به اصطلاح عمت، وقتی عراق آزاد شد یه صدام حسین کشتن، دو تا ست دیگری که این لشکر حزب بس که حزبم تشکیلاتی است مثل حزبای اصولگرا هر حزبی بگه، حزب بحث تشکیلاتی که نابود نکردن که، او حزب وجود داشت. او حزب اومد با برنامه ریزی، همون دشمن دیروز که می جنگید اومد شد شیعه اثناعشری، از خامنه‌ای هم حقوق بگیر، اومدن هم تو ایران، الان هم تو ایران رئیس جمهور و نخست وزیر و پارلمان، تو پارلمان همه گوهایی که میبینید ریختن و حرفایی میزنن که آدم ننگش میاد، اینا همه بعثیان اینا بعثیان اومدن تو مملکت من، همینا بعثیان که ایران به اینا بعثی ها هستن، با برنامه با تشکیلات اومدن. چند تا از بسیار مایی کشته شدن همه شون زندن، یک ریشو گذاشتن، بعضی امام هم سرش کردن آمدن توی ایران الان و از تو عراق هم که هستن، باز هم برمو عراق کار میکنن و تو خط تازیان هستن داره مورد آقا میکن. خب همینا خلبان من و جوان رشید من باور نمیکنی؟ فیلمش هم ساختن، من فیلم اصلی رو نمیتونم نشون بدم چون مردم زن پیرزن پیر مجبور نشسته اینجا حالشو به هم بخوره. آقا خلبان رو میبندن به دوتا جیب، یکی از یکی میکشن پاره میکنن خلبان. زمانی که صدام داشت خودشو جیر میده داره من تونستم ایران گرفتم، تمام دیگه سه روز دیگه نهارم رو تو درون میخورم خبر نداشت. ما جوانایی داریم که خاک به کسی نمیده.